در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، بازی‌های آسیایی با انجام دوی ماراتون مردان در گوانجوی چین رو به پایان هست. البته بعد از ماراتون هنوز فینال مسابقات والیبال زنان باقی مانده که با اون پرونده بازی‌های آسیایی گوانجو به پایان میرسه. آنچه که در طول این بازی‌ها علی رغم 20 مدال طلایی که ما گرفتیم، برخی از بی اخلاقی‌های تلویزیون و مسئولین ورزش ما در مورد بدی داوری یا حق‌کشی قهرمانان ما، یا در واقع صبح تا شب به دنبال یک مدال اضافه رفتن و از طریق اون خودشون رو نشون دادن و اینکه ما از همه بهتر هستیم، متاسفانه گذشت. من دارم فکر میکنم که اگر این دوستان به جای مسئولین ورزشی جمهوری خلق چین بودند و در مجموع تا این لحظه که با شما صحبت میکنم 415 مدال گرفته بودند که 198 یعنی اگر ماراتون رو ببره و بعد والیبال رو ببره 200 مدال طلا در بازی های آسیایی برده و ما 10% اونها، یعنی 20 مدال طلا. نمیخوام مقایسه بکنم و به هیچ وجه دلم نمیخواد که شیرینی برخی از پیروزی های خوب بچه های ایران رو خدای نکرده تلخ بکنم، اما چه کنم که از روز نخست فکرم این بوده که اخلاق جامعه ورزشی ما از تمام این مدال ها مهمتره و تعجب میکنم که چرا حتی در آخرین شب پوشش مسابقات بازی های آسیایی گوانجو باز هم ادعای تازه‌ای میشود که این ادعا هم درست نیست. تبریک میگیم به این عزیزان. در حال با این نشان با ارزش نقره، بازی های آسیایی گوانجو برای ورزشکاران ما به پایان میرسه و پر افتخارترین و بهترین دوره بازی های آسیایی تاریخ ورزش ایران تموم میشه برای ورزشکاران ما، اما تازه آغاز راه است برای اینکه این افتخار در دوره های بعد باز هم تکرار بشه. من نمیدونم، گاهی تاریخ رو ما از سال 1357 در بعضی از چیزها شروع میکنیم. پنداری همه چیز از این تاریخ برای کشور ایران شروع شده، اما بعضی چیزها رو از قبل. این بستگی داره که چی میخوایم بگیم، چقدر به نفعمونه، چقدر به ضررمونه. البته به نفعمون که به نفع موقعیتمون، به نفع عوام فریبیمون. دوست عزیز، آقا این بچه ها در سال 1974 بچه های ایران، پدران و پدر بزرگ های همین بچه هایی که حالا 20 مدال طلا گرفتن، در اون سال به خدا 36 مدال طلا گرفتن و در مجموع 81 مدال گرفتن. حتی شما چند شب قبل از اینکه خیلی بهتون دیگه فشار بیارن که حتما بگید این بهترین کاروان بوده، اصولا این روزها آمار قلابی دادن در مملکت ما انگار یه چیز رایجی شده. تورم آمارش یه جور گفته میشه، نمیدونم بیکاری آمارش یه جور گفته میشه و در کشیدن منحنی های بیمعنی هم که ید طولایی داری. اما دیگه این آماریه که هر بچه‌ای که یک کیام ورزشی قدیم داشته باشه یا دسترسی به اینترنت داشته باشه بزنه بازی های آسیایی سال 1974 در تهران، میاد جلوش که ما چه مدال هایی گرفتیم. شما حتی چند شب پیش خودتون تاریخچه مدال های تیم ایران رو که میگفتید این جدول رو نشون دادید. سال 1951 که میزبانم هند بوده ما در جای سوم قرار گرفتیم. در سال 1954 به میزبانی فیلیپین ما حضور نداشتیم. در سال 1958 در کشور ژاپن با مدال هایی که به دست آوردیم 7 طلا 14 نقره و 11 برنز در جای چهارم قرار گرفتیم. در سال 1962 در کشور اندونزی حضور نداشتیم. در سال 1966 در تایلند با 6 مدال طلا، 8 نقره و 16 مدال برنز در جای ششم قرار گرفتیم. سال 1970 تایلند 9 طلا، 7
نقره و 7 برنز ما در رده چهارم در سال 1974 که در کشور اعظم ایران مسابقات برگزار شد با 36 مدال طلا، 28 نقره و 17 برنز در جای دوم قرار گرفتیم. اما هشتمین دوره در سال 1978 تایلند بود که حضور نداشتیم، باز هم میزبان هند بود. در سال 1982 4 طلا، 4 نقره و 4. این آماری بود که چند شب پیش خودشون اعلام کردن و آمار درستی هم بود. اما چجوری میشه که یه دفعه این آمار عوض میشه و این دوست ما میگوید که این بزرگترین مجموعه مدالی است که آخه اصلا من نمیدونم، خجالت آور نیست که با درگیر چنین مباحثی بشیم، وقت مردم رو با این مباحث بگیریم؟ عزیز من، اونا هم بچه های خوبی بودن والا. من رفته بودم اتفاقا نگاه می کردم، یعنی یه بار خدمتون بگم که یکم شک کردم، گفتم نکنه من اشتباه می کنم که این دوستان به خصوص دیشب به وقت سیدنی چندین بار این رو تکرار کردن که این بهترین نتایج کاروان ورزشی ایران بوده. و من چون تو بازی آسیایی هم بالاخره گزارشگر هم بودم، شاید یه جوری حساسیت دارم، بعد گفتم نکنه من اشتباه کردم. رفتم و ریز مدال ها رو پیدا کردم. در دو و میدانی ما 3 مدال طلا گرفتیم. تیمور قیاسی در پرش ارتفاع مدال طلا گرفته، جلال کشمیری در پرتاب دیسک و پرتاب وزنه مدال طلا گرفته، حالا برونز و اینا شده که اجازه بدید که من نگم. در بوکس شریف دلارام مدال طلا گرفته، ماسیس هامبارسومیان دوست عزیزی که در سیدنی استرالیا هم زندگی میکنه مدال طلا گرفته، و عبدالرضا اندابه اونم مدال طلا گرفته. باز برونز و خدمت شما عرض کنم نقره هم داشتیم. در دوچرخه سواری حسن آریانفر مدال طلا گرفته و تیم دوچرخه سواری ما متشکل از حسن آریانفر، اسماعیل زینعلی، خسرو حق‌گشا، غلام حسین کوهی مدال طلا گرفتن. باز برنز و ببخشید که وقتتون رو میگیرم، اونتا دیگه دلم میخواد این بحث رو کامل تمام کنیم. در شمشیر بازی تیم مردان ما در اپه مدال طلا میگیره، تیم مردان ما در ساب هم موفق میشه مدال طلا بگیره. و در رشته شمشیر بازی و در بخش بانوان تیم ما متشکل از مهوش شفایی، گیتی محبان، ژیلا الماسی، مریم شریعتزاده و مریم آچک مدال طلای بازی های آسیایی رو بگیره. روزی که خدیجه آزادپور مدال طلای ووشو رو گرفت امسال، باز این دوستان اعلام کردن که این نخستین مدال طلای خدمت شما عرض کنم بانوان ایران بوده. نه، بانوان ایران 36 سال پیش در شمشیر بازی مدال طلا گرفته. بعد اومدن یه جوری درستش کردن، گفتن انفرادی. بابا دیگه مدال طلا است، حالا تیم انفرادی، چرا از اول نگفتید انفرادی اگه منظورتون این بود؟ بعد برای من خیلی جالبه که خیلی خوب بود، این قهرمانا در برنامه‌های ویژه مسابقات خدمت شما عرض کنم بازی های آسیایی در طول این 20 روز اسم اینا رو اقلا میگفتید. اینا فرزندان این ملت هستن و مدال طلا گرفته بودن، میگفتید که بچه های امروز آشنا بشن با اینها. بعد از این در رشته فوتبال باز ما مدال طلا گرفتیم. یکی از طلاهای ارزشمند دیگه‌ای که در اون سال گرفتیم مسابقات واترپولو بود که تیم ما طلا گرفت. مجموع مدال های ما در رشته وزنه‌برداری 10 مدال طلا هست، 13 مدال طلا گرفتیم. در رشته آزاد و فرنگی که بهترین نفرمون خدمت شما عرض کنم که مسلم اسکندر فیلابی بوده که هم در رشته آزاد و هم در رشته فرنگی موفق شد مدال طلا بگیره. اما یکی از بحث‌های بازی‌های آسیایی، چون به جام ملت‌های آسیا هم نزدیک میشیم، بحث فوتباله. و جزو نادر افرادی که می‌بینم حرف منطقی سعی می‌کنه بزنه، فنی بزنه، مثل آقای آتشی در بسکتبال که دیروز نمونه ایش رو دیدیم، آقای محمود ابراهیم‌زاده است.